بسم الله الرحمن الرحیم. ما در درس 12 تجوید قرار داریم و در اینجا ما تطبیق حرکات و مد اصلی را بالای قرآن، بالای لغات قرآن در نظر میگیریم. در درس 10 ما حرکات دیدیم که گفتیم که دمه و فتحه و کسره و جدولشان موجود بود، و در درس 11 ما راجع به مد اصلی گفت زدیم که مد اصلی یا مد طبیعی کدام مد میگن. گفتیم که وقتی که فتحه به الف به مد اصلی میشه، الف ساکن به، و وقتی که کسره به امرای یا ساکن ای مد اصلی میشه، و وقتی که دمه به امرای واو ساکن ای مد اصلی میشه. خب حال ما امی مد اصلی را در امی آیت که از سوره النحل 98 آیت نمره 98 از سوره النحل است در امیجا سیل میکنیم. سیل کنین لغت اولش فا ایذا سیل کنین فا فاس الف بعد از فا که یک حرکت داره، فا حرف فا حرکت فتحه داره، ف بعد از او حرف الف امزه کسره آمده. و ما یادتان باشه که ما گفته بودیم که در عربی علما بین الف و بین الف امزه اینقدر فرق نمیرن، خب اما کسره است. وقتی که کسره بود، اگه یادتان باشه من براتان گفته بودم که ای انگلیسی تلفظ میشه. ما سعی کنین چی رقم میگم؟ فا ایذا دمی بعد از ذا ما کمکی ایره کش میکنم، دو حرکت میتم و اینی مده اصلی است. در لغت دوم استعی کنین که قاف آمده، اولش قاف از جمله حروف مفخم است و فتحه داره که ما گفته بودیم قاف فتحه قا قارعت رارت پر میخوانیم، اما نفس خود چرا قید میکنیم؟ به خاطر از اینکه پشت سر را ای الف سکون نیست بلکه ای همزه است. در همزه یادتان باشه که ما شما گفته بودیم که ما جریان هوا را از دهن قطع میکنیم، از او خاطر ما ای رقم میخوانیم قارعت. ایتو قرات نمیخوانیم، قرات مد نمیتیمش. خب در لغت دیگه القرآن قاف مفخم است یا پرخوانده میشه و را هم سکون است پرخوانده میشه. خب و سر الف مد است، قرآن سیست. خب القرآن ما آل مطلب دانه دانه میخوانیم، باز پسان و قوانینش میخوانیم که اینجا که سکون است استاد شد و یه حرکت خوانده میشه یا نمیشه ویشه پسان. آل ما میخوایم که ما هدف خود برای شما بگیم که من راجع به چی گپ میزنم. خب فستعیذ میگه که پناه ببرین با بالله با الله متعال من الشیطان الرجیم از شیطان رانده شده. مطلب از آیت چیست؟ میگه وقتی که فاذا قرأت القرآن فاستعذ، وقتی که شما قرائت قرآن میکنین پناه ببرین، بالله من الشیطان الرجیم با الله پناه ببرین از شیطان رانده شده. مطلبی از این است که وقتی که ما قرآن میخواییم که شروع کنیم یا تلاوت کنیم، از این به بعد دیگه باز ما ایستا ایستا قرآن باز میکنیم میخوانیم، اولین کاری که میکنیم میگیم که ما فستعیذ میکنیم. فستعیذ به خاطر که امر شده سر ما، برای ما گفته که فستعیذ کنین، امر است که باید شما چی کنین؟ باید الاستعاذه کنین، یا ایر بنامه التعوذ میگن، یا پناه ببرین. پناه چی رقم میبریم؟
ما اینی یک جمله زیره که اما ما میشناسیم اینه، میگیم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، اینی را الاستعاذه میگن. یعنی وقتی که الله بر ما گفته، الله متعال وقتی بر ما گفته فاستعذ، یعنی که پناه ببرین، چطور پناه میبریم؟ میگیم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. خب میریم سر ایره فهمیدیم التسمیه یا بسم الله، ایره میگن بسم الله الرحمن الرحیم. علما میگه وقتی که قرآن شما میخونین، اول وقتی که قرآن باز میکنین، اول اعوذ بالله من الشیطان الرجیم میگن. اگر سوره را که شما از سر شروع میکنین بسم الله الرحمن الرحیم میگن، اگر از مبین شروع میکنین امی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم که گفتین نمی کافی است. خب یک اندازه من خود تیز میسازم به خاطر ازی که وقت کلیپ ما کم مانده. ببینیم که در القرآن قاف ما رنگش سب ساختیم و در الشیطان الرجیم ما شین و را را آبی ساختیم که ایره در درس بعدی ما بالای ازی بحث میکنیم و ایره برتان شرح میکنم که یکش به نام لام الشمسیه میگن، دیگهش لام القمریه. لام الشمسیه او لام را میگن که وقت که نوشته میشه تلفظ نمیشه، و لام القمریه او لام است که ام نوشته میشه و ام قرائت میشه. مثلا سعی کنین ما ایره خواندم القرآن، ما الف لامشه القرآن خواندم و در شیطان الشیطان نوشته شده اما لامشه نمیخوانیم، ما میگیم الشیطان. و در رجیم که است الف لام داره نوشته شده الرجیم اما ما لامشه نمیخوانم و میخوانم الرجیم، به این خاطر که ایره میگن که لام شمسی است. لام شمسی به خاطر ازی میگن که مردم عرب کلش الشمس آفتاب میگن و او را الشمس نمیگن، الشمس میگن. کلگی میفهمد امی نام امی خرد و کلان عرب با سواد و بی سوادش میفهمه که الشمس الشمس نوشته میشه، الشمس خوانده میشه و القمر ام نوشته میشه و ام خوانده میشه. یعنی در عربی آفتاب الشمس میگن و مهتاب القمر میگن. و ای به خاطر تنها به خاطر امی تلفظ لغت الشمس و القمر است. معنای از این همیتا که ای حروف ایلام که از افتاو داره و مهتاب داره این تمانا نمیده، تنها این مانا رو میده که این همین لغت الشمس خوانده میشه، لامش خوانده نمیشه و القمر لامش خوانده میشه. این رو باز در خب میریم بالا رو یک دفعه همین آیت تا آخر یک دفعه دیگه هم تلاوت میکنیم، یک نفس پخته میگیریم که خوب بتانیم که از همین سر تا با آخرش ایره تلاوت کنیم. باش که یک نفس من بگیرم. فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. یعنی وقتی که شما قرائت قرآن میکنین پناه ببرین به الله متعال از شیطان رانده شده. و ما گفتیم که التعوذ یا الاستعاذه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم میگن، و بسم الله یا التسمیه بسم الله الرحمن الرحیم میگن، و یک اندازه راجب لام الشمسیه و لام القمریه هم ما گپ زدیم. و یک چیز را هم شما باید متوجه باشین که وقتی که اعوذ میگین باید عین واویش مدش تلفظ کنین، الف همزه است ا او، این عین و واو است عو میشه و ذو ذال یک حرکت داره، یعنی که چند حرکت باید بگیره، الف یک حرکت، عین واو که مد
اصلی میشه ای دو حرکت و ذو ای ذال که در دمست ذو ای چار حرکت که ایره اکثریت ما شنیدیم که عین درست تلفظ نمی کنن و عین مت نمی تن و اینم اینجاست که باز اشتباه پیدا میشه، معنا تغییر میکنه. و آل عزیب آباد انشالله وقتی که ما میگیم که الاستعاذه معنای عزیب است که ما بگیم که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، الف عین و مد میتیم دو حرکت و دیگه شب باز انشالله پسان میخوانیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.